افشاریان زندانی شد، مال کمیته داوران، همونی که شناسنامه پسرش کوچیک کرده بود. به خاطر شناسنامه کوچیک کرده؟ نه، به خاطر دریافت رشوه. رشوه هم گرفته بود، به خاطر او زندانی شد. زودم محاکمه شد، که خیلی هم خوبه. جدی میگم، هر مسئولی هر جا هر چقدر تخلف کرد باید محاکمه بشه. ولی یه سوال، این وزیر سابق کشاورزی خب قبل افشاریان تخلف کرده بود، واسه چی او زندان نمیره؟ هنوز ولول میچرخه واسه خودش، اونم تخلف کرده. حالا چون اندازه افشاریان، تازه تخلفش از افشاریان هم بیشتره، واسه چی او به این سرعت راهی زندان نشده؟ اصلا هنوز نشده که بخواد راهی بشه، هنوز واسه خودش آزادانه میچرخه. کی اون راهی زندان میشه؟ حتی سولت دیگه شمشیر رو از رو بست و گفت فقط کافی تایید صلاحیت بشم، یعنی میخوام تا ته انتخابات رو برم. و گفت هم حزبی ها، هم فکری ها، هم دولتی ها، هم وزیری ها، هم ای پنبه رو از گوشتون بکشید کنار که سولت به نفعتون کنار بکشه. سولت به نفع هیچکی کنار نمیکشه. سولت میخواد تا تهش بره. سولت میخواد رئیس جمهور بشه. سولت دیگه نمیخواد وزیر بمونه. وزیر ندوست، رئیس جمهور دوست. و اگه قراره کسی کنار بکشه، شما کنار بکشید به نفع سولت. سولت سنن از شما هم بیشتره و آمار بدبخت کردن مردم هم از شما بیشتر داره. وزیر کار بود دیگه، کلی کاری رو بدبخت کرد. شما چقدر بدبخت کرد؟ من بیشتر بدبخت. یعنی خدا لعنتتون کنه، من قبلا طالقان رو با آب و هوای خوبش، سدش، گیلاسش، زردالوش، آلبالوش، دوست مال دارم، با اونا میشناختم. یعنی هر وقت میگفتن طالقان، گفتن اوف چه آب و هوای خوبی، چه مردم خوبی، چه سدی، چه الان شما یک کسافت عوضی بعد این کلاهبرداری که کردی، کسافت 560 میلیارد تومان زمین های مردم فروخت، کسافت معاون شهردار طالقان عوضی که اختلاس کردی، با او دفتر داره، با او چیزا معاون چی دفتر شورا، این چه کار بود کردی؟ کسافت. دیدی زمین زیادی، گفتی بفروشم یه نونی توش در بیارم، کسافت عوضی. این چه کاری بود با مردم طالقان کردی؟ دوزی از بیت‌المال کم بود، از مردم داده میدوزی دیگه بود. یعنی من این همه وزرا و مسئولین این دولت رو میبینم رفتن واسه ریاست جمهوری ثبت نام کردن، فکر میکنم اصلا اینا دنبال فرصت بودن، نه رفع تکلیف. از اولم دنبال فرصت این چنینی بودن. ای چه رفع تکلیفیه که این همه برنامه آوردی؟ تو دو هفته چجوری اینقدر برنامه نوشتی؟ این کار دو سه ساله. تو از اول سودای ریاست جمهوری داشتی. آدمی که دنبال رفع تکلیفه میاد با قیافه ناراحت بزن، بله من میخوام برای رئیس جمهورم بدم، امیدوارم که بتونم مسیرشو برم. برنامه نبود، چه برنامه فعلا، مسیرش رو میخوام برم. تو دو هفته که وقت کردم برنامه بیستم، یه اشکم نه ای همه برنامه نوشتی، کی وقت کردی؟ 700 ما بود 600 حتی. شرکت نفتی آرامکوی عربستان تو دو سال 282 میلیارد دلار، شوخی نیست، سود خالص به دست آورد. یعنی سالی 141 میلیارد دلار فقط شرکت آرامکو سود به عربستان داده، فقط یه شرکت. بعد اینجا ما کره جنوبی میخواست نمیدونم 7 میلیارد دلار رو بمون بده بعد چند سال، بعد شد 6 تا، بعد شد چقدر، بعد اصلا دستمون اومد یا نه، جشن گرفتن. فقط کم بود وارد تقویم کنن روزو، روزی که پولو میخواست کره جنوبی بده، فقط اونو وارد تقویم نکردن به عنوان روز این دیپلماسی و عزت ملی. بعد عربستان، بعد ما کجا اونا کجا؟ بعد ما میخواییم
وقتی محسن رضایی بعد 26 سال به انتخابات پشت کنه و تو شرکت نکنه، تو دیگه انتظار وفاداری از اونی که 2-3 ماه باش هستی نداشته باش. انتظار اشتباهیه. بابا محسن رضایی اگه این دورم کاندید میشد بازنشست میشد، ولی بهش پشت کرد. یعنی اینقدری که انتخابات به محسن رضایی وابسته بود، محسن رضایی نشون داد که به انتخابات وابسته نیست. یه روزی ولش کرد. پس توی دنیا از هیچ کی انتظار وفادار نداشته باش، چون یه روزی ولت میکنه، یه روزی خسته میشه، تو واسهش تکراری میشی. دیگه او چیزی که میخواد توت نیست، یا از اولم توت نبود بزن تو وجود دردارت. جعفری تشکری هاشمی، اینا همش فامیله، چقدر دراز فامیلش اسمشون. مال شورای شهر تهران گفته شورای شهر تهران از واگذاری زمین نمیدونم چند هزار متری 25 سینه میدونم به شرکت هواپیمای ماهان بیخبره، اصلا اطلاع نداره که اصلا چنین زمینی هست. اگه هم هست کی واگذار شد به ماهان؟ زاکاری شهردار انقلابی بهشون نگفته. زاکاری شهردار انقلابی آیا اینم امنیتیه؟ آیا واگذاری زمین به شرکت ماهان هم امنیت کشور زیر سوال میبره که نگفتی؟ واسه چی نگفتی؟ ای دیگه قرارداد با چین که نیست گفتی امنیتی و نمیشه به اونجا زمین. ای زمین تو تهرانه، اون هم شرکت ایرانیه. زاکانی چه کاریه؟ تو که قرار بود با چیز مبارزه کنی، فساد و چیزو. به زاکانی شهردار انقلابی گفتن حالا که شما میخواید تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنید، تو ایه ما تو شهرداری جای خودت یه جانشین بذار که کارا رو انجام بده. بعد زاکانی بهشون گفت چی؟ جانشین؟ من نیازی به جانشین ندارم، من همین بغل گوشتونم، هر جا کارم داشتی زنگ بزنید میام، کاری پیش اومد من میام، کسی مجوز خواست من میام، زمینه چی خواست، خواستی درختی قطع کنید من میام، قشنگ امضا میکنم بدید قطعش کنید. یعنی تنها حرف درست زاکانی شهردار انقلابی همینه. یعنی بود و نبودش تو شهرداری هیچ فرقی نمیکنه، چه باشه چه نباشه هیچ تأثیر مثبت یا منفی نمیذاره، نمیذاره بابا. قشنگ بذار بذار اونجا ثبت کنه دیگه. او انتخابات نیاز به گفتن دیگه به خاطر بدهی سیم کارتی سلب نمیشه، یعنی مصادره نمیشه. یعنی اون موقع 100-150 که بده کار میشدی یه طرفی میشد، بعد قطع میشد، بعد زنگ میزدی میدی اه خط دست یکی دیگه است. خانمی مال منه، مال تو تو جا سیم کارتیته. آره دیگه، الان اگه بده کار باشی فوقش یه طرفه، تش قطع میکنن، بعد منتظر میشن پولشون رو بهشون بدی به سیم کارتو باز میکنن. و گفتن هر کی چیزش مصادره شده بره شکایت کنه، یا چیزش بهش میدن اگه باشه، یا اگه واگذار شده باشه بهش پولشو میدن. من خودم دوست دارم خطاب مصادره شده، ولی به جان خودم به خاطر بدهی نبود، یه مدت خاموش بودن مصادرش کردن. این چیه؟ آه همون بهتره.